امیر مغاره در سال 1395 به همراه روحام هادیان و با حمایت یاشار خسروی نوازنده ساکسیفون آهنگساز گروه ماکان بند را تشکیل دادند. در شرکت آوازینو به مدیریت حسن اردستانی از گروه ماکان بند حمایت و پشتیبانی می کند. امیر مغاره همراه روحام هادیان اولین قطعه ماکان بند با عنوان هر بارین درو را منتشر کردند که با استقبال خیره کننده مواجه شد. امیر مغاره متولد 3 دی ماه 1374 در تهران می باشد. او از دوران نوجوانی به سرودن شعر پرداخت و فعالیت‌هایش را از سال 1393 به صورت حرفه‌ای و مستقلاً آغاز کرده است. امیر مغاره به علت شرایط کاری خود هنوز موفق به ازدواج نشده است و مجرد است. او میگوید من توی زندگی خودم فقط دنبال یک دختر میافتم، اونم دخترمه که داره راه رفتن یاد میگیره و فقط جلوی یک دختر زانو میزنم که باز همون دخترمه که هنوز یاد نگرفته بند کفششو ببنده. اسم دخترم اصله اما مامان نداره. همسر امیر مغاره فعلا هیچ دختری نیست و او میگوید تا زمانی که نتوانم گروه را به موقعیت مالی عالی برسانم قصد ازدواج کردن ندارم. لازم به ذکر است که درآمد فعلی وی بسیار زیاد است ولی هنوز قصد زن گرفتن ندارد. او قصد دارد وقتی که زن گرفت و دخترش به دنیا آمد نام دخترش را عسل بگذارد. امیر علاوه بر خوانندگی در حوزه مدلی نیز فعالیت دارد و چند شرکت داخلی و خارجی با او همکاری دارند. امیر مغاره خواننده خوش صدای پاپ در گروه ماکان بند می باشد. وی فرد اصلی و خواننده اول گروه ماکان بند است. وی در تاریخ 3 دی ماه سال 1370 متولد شده است و اکنون در سن 27 سالگی به سر می برد. اکثر مردم ایران عاشق این خواننده پاپ هستند. ماکان بند توسط شرکت آوازینو ساپورت مالی می شود. هزینه تمام آهنگ های کنسرت های این گروه موسیقی توسط شرکت آوازینو پرداخت می شود و تا کنون میلیارد ها تومان برای ساخت تک آهنگ و آلبوم های ماکان بند هزینه شده است. امیر مغاره کارهایش برای اولین بار از سایت های ممنوع کار شروع شد مثل رادیو جوان، ولی سبب ممنوع کاری وی نشد. امیر مغاره از دوران نوجوانی به سرودن شعر علاقه زیادی داشته است و تا کنون اشعار بسیار زیبایی را سروده است. همچنین از سال 93 به طور رسمی کار خود را در گروه ماکان بند آغاز کرد و در کنار بهترین دوست و همکارش روحام هادیان توانست به اوج شهرت برسد. گروه ماکان بند اولین آلبوم رسمی خود را به نام دیوونه بازی در 31 مرداد 1396 روانه بازار موسیقی کشورمان کردند که این آلبوم شامل 12 آهنگ خواهد بود. همچنین تک آهنگ های این گروه به نام هر بارین درو، بارون و آهنگ محکم نبند درو جزو آهنگ های محبوب این گروه به حساب می آید. اولین کنسرت ماکان بند 10 آذر ماه 1396 در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. شلوغ‌ترین کنسرت 33 جشنواره موسیقی فجر را امیر مغاره به همراه روحام هادیان و اعضای ماکان بند در سالن همایش‌های ایرانیان در هفتمین شب از جشنواره موسیقی فجر روی صحنه بردند. اعضای ماکان بند در حالی در هفتمین شب از جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفتند که هوادارانشان با شعار ویژه این گروه در سالن حاضر شده بودند و در یک تشویق جالب نیمی از سالن با کلمه کماکان نیمه بعدی سالن را به واکنش وامی داشتند تا بگویند با ماکان. کماکان با ماکان شعار هواداران ماکان بند که در اولین اجرای رسمی در تهران از سوی دوستدارانشان در سالن فریاد زده شد، به مرور به شعار رسمی اعضای این گروه تبدیل شد و بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفت. امیر مغاره در ابتدای این کنسرت رو به حضار گفت از اینکه امشب در کنار ما هستید واقعا خوشحالیم و یقینا سعی میکنیم بهترین اجرای ما را ببینید. پس از صحبت‌های این خواننده همه سالن ایستادند و یک دقیقه سکوت کردند. امیر مغاره سپس گفت اجرای امشب را صمیمانه و از ته دلمان به همه این عزیزان دریانورد تقدیم میکنیم. مغاره پس از اجرای دو قطعه رو به حضار گفت من و روحام این جمعیت و این اجراها و این جیغها را در خوابمان هم نمیدیدیم. ممنون که این خوابهای ما را تعبیر کردید. امیر مغاره با برندهای معروف که با بیشتر سلبریتی ها همکاری دارند، وی نیز در عرصه تبلیغ محصولات و پوشاک به عنوان مدل و مانکن فعالیت می کند.
نام ماکان از ریشه فارسی و نام یکی از پسران کاک از حاکمان مازندران در قرن چهارم می باشد. وی از سربازان پرنفوذ ابوالحسین ناصر در گرگان بود. همچنین این گروه از سال 95 و 96 آهنگ‌های خود را در رسانه‌های مجازی منتشر کرده و خیلی زود به خاطر سبک جدید موزیک و صدای دو خواننده به شهرت رسید و دانلود آهنگ‌های این گروه جزو پرطرفدارترین آهنگ‌ها از نظر دانلود در سایت‌های موزیک همیشه در رتبه‌های بالا قرار می‌گرفت. روحام هادیان یکی دیگر از خوانندگان گروه ماکان بند است. روحام هادیان زاده تهران و متولد 7 مرداد ماه سال 1370 می باشد. وی از همان نوجوانی علاقه بسیاری به ساخت ملودی و آهنگسازی پیدا کرد و همین باعث شد که از همان دوره به صورت تجربی شروع به فعالیت کند. ناگفته نماند که همراه با آهنگسازی به ترانه سرایی نیز مشغول شد. او در شعر و ترانه سرایی نیز بسیار با استعداد و موفق ظاهر شد. نکته بارز روحام از نظر رفتاری شوخ بودن وی می باشد که این شاخصه در اجراهای صحنه و حتی در کلیپ های منتشر شده از این گروه به خوبی نمایان می باشد. روحام هادیان تا کنون ازدواج نکرده است و مجرد می باشد. او میگوید پیش از اینکه وارد حرفه موسیقی شوم کارهای مختلفی مانند تکنسین، دستیار داروخانه و آزمایشگاه انجام میدادم، اما همیشه به پدرم میگفتم دلم میخواهد یک شب پولدار شوم و خدا را شکر الان راضی هستم. هادیان درباره قصه هر بار این درو گفت برای این قصه مدت‌ها بود که کار نکرده بودیم و همه ی اعضای گروه کلافه بودند. من پیش از این آهنگ و شعر این قصه رو داشتم و بر اساس حرف پدرم که همیشه به من و برادرم گوشزد می‌کند در راه آرام ببندیم، ترانه ی آهنگ را تغییر دادم و کار جدید شروع شد. وی ادامه داد من همین آهنگ را 2 پیش ساختم و دوباره با یک سری تغییرات پخش شد. بعضی ها گفتن کار کاور شده است، اما همین فردی هم که گفت کار ما کپی است در صفحه شخصی خود کار ما را تبلیغ کرده بود. مغاره افسود همه این خوانندگان خوب هستند و در واقع هر کس که مردم او را قبول داشته باشند و گوش کنند خوب است. او همچنین ادامه داد روحام و اعضای گروه خیلی برای ساخت کار زحمت میکشند. برای آهنگ هر بار این درو خیلی ها هم گفتن این قصه کاور شده است و یا اینکه من و روحام بچه پولدار هستیم که یک شب به موسیقی رسیدیم. واقعا اینطور نیست و هدف من و روحام در وهله اول کمک به خانواده های من است. کنسرت ماکان وند به سرپرستی امیر میلاد نیکزاد برگزار شد و یاشار خسروی، انوشیروان تقوی، احمد عباسنیا، مجید عطرلی، مهران فرشبوف، سهیل عبازری در این کنسرت به هنرنمایی پرداختند. روحام هادیان در مورد استقبال مردم میگوید راجع به استقبال از کنسرت ها باید خدا را شکر کنم که این فرصت را به من و بقیه بچه ها داده و امیدوارم این موفقیت ها همین گونه ادامه پیدا کند. او در ادامه میگوید از مردم عزیز خیلی تشکر میکنم و در این مدت خیلی به ما لطف داشتند و ما را حمایت کردند. انشاءالله که همیشه در کنارمان باشند. روحام هادیان و امیر مغاره خوانندگان گروه ماکان در پنجشنبه 26 بهمن 1396 در برنامه دور همی حضور پیدا کردند و ترانه معروف هر بار این درو را اجرا کردند و به گفتگو با مهران مدیری پرداختند. یاشار خسروی به عنوان سرپرست گروه درباره جشنواره موسیقی فجر و تأثیرات آن گفت در مورد جشنواره فجر باید بگویم که یکی از اتفاقات بسیار خوب در حوزه موسیقی است و ما هم افتخار می‌کنیم که سال اولی است که در جشنواره حضور داریم. با تمام توانمان آمدیم و این برنامه هیچ فرقی با اجراهای اصلی ما ندارد. او در ادامه میگوید با تمام گروه آمدیم و باعث افتخار است که برنامه را اجرا کنیم. جشنواره موسیقی فجر هم در بخش‌های کلاسیک و بخش‌های جمعی واقعا در بین نوازنده ها و تنظیم کننده ها و آهنگسازها تأثیرگذار است. مخصوصا من امسال دقت کردم موزیسین های خیلی خوبی دعوت شدند.